وقتی که وای با کنسرواتوری ملی تاجیکستان داخل شد، وای با سبک خلقی، با سبک استرادا سرود میخواند. من با وای طرز خواندنی آواز کلوله، یعنی آواز یوروپی رو یاد دادم، چه خیلی نفس گرفتم، چه خیلی جمله ها رو خواندن، همین چیزها رو من با وای یاد دادم. وای تیز این رو قبول کرد، کسی که سرود میخواند این طرز یوروپیگی، یعنی که با آواز کلوله، با آواز کلوله، با نفسی چکور خواندن هر کس نمیتوند، لیکن میری نگار از عده همین کارا برآمد و اثرهایی که وای میخواند بسیار فارم بود و با خلق بسیار نزدیک بود و اون را خلق قبول میکرد. یک سرود خیلی جالب دیگر سرودید در چیتا است، اگر خطا نکنیم، اونجا با یک ژانر اپرا سرود خونده. در همون صحیفه های اینترنتی نفران زیاد باهای خوب دادن، گفتن مهرنگار احسن میخونیم که در چنین ژانر نیست، توانستی که همه رو در حیرت گذاشت. بله، ژانر اپرا بسیار ژانر دشوار است و من سال 2014 با چیتا سفر کردم، آزمونه بود، یعنی فستیوال جوانان بود در اونجا. از طرف کنسرواتوری من رفتم اشتراک کردم و در اونجا روسیگا و میخیل اوپرا زمزمان میکردم که یک هنرمند مشهوری همون روسیه بهای بلند داد به خواندن من، گفت که پاگو در شبکه اولی روسیه همین سرود رو میخونی. من راستی گپ همون موسیقی سرود رو از اینترنت تیز اکاک گرفتم و باور کنید تمرین نکردم، مش نکردم، همین خیلی در صحنه گفتم یگان اشتباهی راه ندیم در همین سرود، همین خیلی خوندم، لیکن به همگان پسند آمد و این البته که من باید به با استادم برهان محمد خلوف تشکر گویم که اون کس مرا 5 سال در کنسرواتوری در این ژانر، بسیار نزدیکی های این ژانر رو آموزند و از اون کس زیاد تشکری بیان میکنم.